ذهن تنبل و بهونه‌گیر ما همیشه دنبال بهونه است. ببین هنوز طراحی سایت رو شروع نکرده ها، میگه من سیستم مورد نیاز برای طراحی سایت رو ندارم، یه سیستم قوی میخوام، نیست، به خاطر همین نمیتونم شروع بکنم. یا مثلا هنوز طراحی سایت رو شروع نکرده، هوش مصنوعی هم نمیدونه چیه، اطلاعاتی در موردش نداره، میگه میخوام طراحی سایت رو شروع کنم ولی هوش مصنوعی میاد جای طراحی سایت رو میگیره، دیگه چه کاریه؟ یعنی دقیقاً میذاره اون مغز بهونه گیرش، اون قسمتی از مغزش که بهونه گیری میکنه، کنترل کاملی رو زندگیش داشته باشه. ببین همون قدری که یه طراح سایت میتونه هوش مصنوعی جاشو بگیره، همون قدر هم هوش مصنوعی میتونه بیاد جای مثلا یه معمار رو بگیره، جای یه نقشه‌کش رو بگیره، جای یه کارمند رو بگیره، جای یه معلم رو بگیره. پس اگه بخوایم نگران این قضیه باشیم، مثلا کلامون پس معرکه است. خب پس اصلا نگران این قضیه نباشی که حالا سیستم قوی ندارم، یه هوش مصنوعی میاد جامو میگیره یا فلان. احتمالش هست هوش مصنوعی بیاد جامونو بگیره، ولی کی برنده است؟ اونی که با هوش مصنوعی بیشتر کار میکنه. قبلا در موردش صحبت کردم، اما تو این ویدیو میخوام در مورد سیستم مورد نیاز برای طراحی سایت صحبت کنم. یه تیزر ببینیم برگردیم. خب ببین وقتی میگیم طراحی سایت، منظور اینه که چه کاری میخوایم انجام بدیم. کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که 99% تو براوزرها باشیم، با براوزر کار بکنیم، با فیگما یا آنلاین تحت وب یا مثلا نرم افزار فیگما کار کنیم، با وردپرس کار کنیم، حالا اگه نیاز شد یه جایی برنامه نویسی کنیم. خب تا اینجا کار اصلا نیاز به یه سیستم قوی نداریم، یه سیستم با رم 1 گیگ 2 گیگ هم میتونه کارمون رو انجام بده. هرچند حالا کروم یکم بیشتر رم مصرف میکنه، مثلا میگیریم یه سیستم با رم 4 گیگ، کف سیستمای بازار الان. بعد یه موضوعی که هست اینه که خب یه جاهایی باید بریم سراغ فتوشاپ، یعنی بریم با فتوشاپ هم کار کنیم. خب اونجا طبیعیه که باید کارمون با رم بالاتری انجام بشه، با سرعت بالاتری، با سی پی یو قوی تری انجام بشه. یه جاهایی مثلا میخوای تدوین کنی، که البته خیلی کم پیش میاد یه طراح سایت مثلا تدوینم انجام بده. من اینکه مثل من آموزش هم میدین، یعنی آموزش طراحی سایت میدین، آموزش ببخشید همزمان تدوین میکنین یا مثلا ویدیو ریکورد میکنین، که خب طبیعیه یه سیستم قوی تر میخواین. ولی برای شروع کارتون شما یه سیستم معمولی میخوای، چون عملا نیازی نداری به اینکه کار خاصی باش انجام بدین. آیتا میخوای یه فتوشاپ باز کنی، یه گوگل کروم باز کنی، توش مثلا سایتتو مدیریت بکنی یا اینا. ببین مثل این میمونه که یه راننده تاکسی شروع به کار نکنه، بگه من چون ماشینم یه ماشین مثلا تسلا نیست نمیرم شروع به کار بکنم. طبیعیه، منطقیه به نظرتون این قضیه؟ راننده تاکسیه استارت نزنه که یه روزی ماشینش بشه تسلا بعد با ماشین تسلا استارت بزنه. حالا تو ایران مثالشو میزنم دیگه، مثلا میگه من باید حتما یه دونه سمند صفر مثلا داشته باشم تو برم کار بکنم. خب نه، کسی که نداره طبیعیه اول مثلا یه پراید یه پیکان میگیره، با اون کار میکنه، به پول میرسه، به یه مقداری پول، البته اگه با حال قیمت دلار و قیمت ماشین این روزا تونست بعد 100 سال به پول مثلا یه پژو پارسی سمند برسه، اونو میخره و با اون رانندگی میکنه. راحت تره، یعنی برای راحت تر بودن زندگیش هم که شده یه ماشین قوی تر میگیره. راننده کامیونا همین، با یه بنز 1948 1925 قدیمی کار میکنن، حالا به پول که رسیدن مثلا میرن یه ولوو اف اچ میگیرن، مثلا یه آکتروس میگیرن. چرا؟ چون به پول رسیده، میره یه تریلی خیلی مدل بالای خوب میگیره که خودش راحت تر باشه، سریعتر بتونه کارشو انجام بده. پس تو زمانش صرف جویی میکنه، خودش هم راحت تره، تنش راحت تره. تو همه شغلا اینو داریم، یعنی یه آرایشگر برای اینکه دستش راحت تر باشه میره مثلا بعد اینکه یه مدت کار میکنه استطاعتشو پیدا میکنه، مثلا یه ماشین سرتراشی خیلی خیلی قوی میخره، یا مثلا تو هر شغل دیگه مثالاش زیاده. خب حالا شما میخوای با وبسایتت کار بکنی، طبیعیه که باید با یه سیستم پایین در سطح خیلی 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 پایین کار بکنی. همین الان مثلا من میرم تو دیجیکالا، ببین دیجیکالا که دیگه الان میدونیم یکم قیمتش نسبت به سایتای دیگه معمولا میشه ارزون تر از این پیدا کرد. خب من برم رو اسکرین ببین توی دستبندی های کالا
کالای دیجیتال، لپتاپش کجاست؟ لپتاپ اینجا، اینجا تو قسمت لپتاپاش. حالا بذارید من تمام محصولاتش رو بیارم، اصلا بذارید بر اساس قیمت بیاریم دیگه. مثلا کمتر از، ببین بین 8 تا 15 میلیون یا کمتر از 8 میلیون اصلا بذار بیاریم. کمتر 8 میلیون که خوشبختانه چیزی اصلا موجود نداره، بین همون 8 تا 15 میلیون رو بیاریم. تعجب کردم نوشته و کمتر از 8 میلیون. ببین دیگه کف الان لپتاپ ها 4 گیگ رم رو داره. یعنی شما خیلی راحت ببین 14 اینچ ایسوس اکثرا دیگه کف 4 گیگ رم رو داره که جواب کار ما رو برای طراحی سایت میده. نیازی نیست که مثلا بیایم یه سیستم خیلی خیلی قوی ببندیم که همین استارت کارمون بخوایم قوی شروع بکنیم. میخوایم طراحی سایت انجام بدیم، میخوایم با فیگما کار کنیم، میخوایم با گوگل کروم کار کنیم، زیاد از ما منابع سیستمی خاصی رو نمیخوان این نرم افزارا. همون 4 گیگ جواب میده. ولی خب یه جایی شما پیشرفته تر میشی، کم کم به مرور حرفه‌ای تر میشی، طبیعتا نیاز به یه سیستم حرفه‌ای تر داری. حالا مثالشو میزنم، مثال خودم بزنم. ببین من اول کار که شروع کردم یه دونه لپتاپ LG داشتم، رمش 512 بود، سال مثلا 88-89 اینجا. بعد اومدم یه لپتاپ ایسوس گرفتم با رم 2، با اونم کارم انجام دادم، ادامه دادم، طراحی سایت انجام میدادم، نرم افزارا جدیدتر شدن، سیستم عاملای جدیدتر اومد، رم بیشتر لازم داشتیم. یه لپتاپ گرفتم رم 16، بعدش مثلا مکبوک گرفتم، بعدش مثلا لپتاپ اومدم مثلا آی مک گرفتم، بعدش مثلا استودیو دیسپلی گرفتم، مکبوک رو ارتقا دادم به M1، ارتقا دادم به M2، همینجوری هی ارتقا دادم چون کارم بود. مثلا همون راننده کامیونی که خب مثلا بابت ماشینش میاد چند میلیارد تومان هزینه میکنه که تنش راحت تر باشه، کاراش سریعتر انجام بشه، سریعتر بتونه اون بار رو به مقصد برسونه. ما هم دقیقاً همینجوریه، یعنی هر چقدر سیستممون قوی تر باشه بهتر. حالا چه سیستمی خوبه برای طراحی سایت؟ موقعی که میگیم چه سیستمی خوبه برای طراحی سایت، یعنی شما دیگه بحث مالی رو میذاری کنار، یه طراح سایت حرفه‌ای میشی، میخوای ببینی چه سیستمی برای طراحی سایت خوبه. ببین من در مورد کف سیستمی که شما برای طراحی سایت نیاز داری صحبت کردم. اگه مثلا بخواستی ادیت انجام بدی رو ویدیو، من می‌خواستم بهت آموزش تدوین بدم، میگفتم نه دیگه، حتما باید یه سیستم مثلا با رم 16 حداقلش داشته باشی، شاید هم بالاتر. ولی وقتی بحث طراحی سایت میگم نه، یه سیستم بارم 4 هم جواب تو رو میده، میتونی خیلی راحت باش شروع به کار کنی. ولی یه موقعی میشه که دیگه بحث قیمته برات مطرح نیست، یعنی شما میخوای یه طراح سایت حرفه‌ای باشی، یه سیستم قوی ببندی. اینجا یکم بحث میشه انتخاب بین خوب و خوبتر دیگه. مثلا میمونه مثلا بگیم اندروید بهتره یا iOS. یه سوالیه که هیچ وقت جوابش دقیق و کامل نیست و هیچ وقت نمیتونیم به جوابش برسیم. برای من مثلا iOS خوبه، برای شما اندروید. ولی خب نظر شخصی خودم رو میگم، میدونم خیلی از دوستان ممکنه مثلا از این چیزی که من میگم خوششون نیاد، مثلا با یه سیستم گیمینگ خوشگل، با یه کیس خیلی خوشگل خیلی بیشتر استفاده کنن، خیلی بیشتر لذت ببرن تا مثلا یه سیستم یه مثلا مک او اس، یا مثلا ممکنه با یه مانیتور مثلا اودیسه، اگه اشتباه نکنم LG هست، آره، با اون مثلا خیلی بیشتر حال میکنن، راحت بگم بهتون، تا مثلا یه سیستم آی مک. من تجربه شخصی خودم میگم. ببین به شخصه از وقتی که با مکبوک کار کردم، طراحی سایت و کارامو، کار روزانه‌مو انجام دادم، دیگه نتونستم برم سراغ سیستم‌های ویندوزی. شاید بگین مثلا نداره لاکچری باز زمیره، نه واقعا نتونستم دیگه برم سراغ سیستم‌های ویندوزی. از وقتی با موس پد مکبوک کار کردم، دیگه با موس پد سیستم‌های ویندوزی واقعا راحت نیستم بخوام کار کنم. اینو کسایی میدونن که با مک کار کردن، اینو کسایی میدونن که با سیستم عامل مک او اس کار کردن، با در واقع با مک طراحی سایت انجام دادن، با مک کاراشون رو انجام دادن، اینا متوجه حرفی که میگم میشن. مثل یه سری هست دیدی میگم مثلا من از وقتی آیفون گرفتم نتونستم با اندروید کار کنم. حالا تو آیفون و اندروید واقعا اینجور نیست، یعنی الان من گوشیام بیارم هم یه دونه آی او اس دارم هم یه دونه اندروید، یعنی هر دو خیلی خوبم به نظرم.
ولی تفاوت بین ویندوز و مک از یه جهاتی واقعا مکه بهتره. یعنی اگه من بخوام انتخاب کنم یه سیستم داشته باشم به عنوان فقط یه سیستم، به عنوان سیستمی که کارامو روزمره انجام میدم، که همین الان فقط همین یه سیستمو دارم، مکه، لپتاپ های اپل، سیستم مک او اس واقعا برای ما طراحای سایت قابلیت های خوبی داره. قابلیت هاش چیه؟ ببین مثال میزنم. من خب چند تا نرم افزار دارم دیگه اینجا رو مک او اس. مثلا نرم افزار فرض کن پادکست رو دارم که روش پادکست گوش میکنم، خیلی ازش استفاده میکنم. نوت رو دارم که توش نوت مینویسم. ریمایندرز رو دارم که من سفر براتون بیارم. ریمایندرز رو دارم که اینجا مثلا لیست کارامو میذارم. کلندر رو دارم که توش تقویم رو دارم. اگه دوری سایت برتر رو دیده باشین، اصلا کلا توی یه جلسه از دوره فقط در مورد همین نرم افزارا صحبت میکنم که چه کاری باشون انجام میدم. مثلا نامبرز، پیجز، اینا همه نرم افزاریان که من رو روی سیستم روزانه ازشون استفاده میکنم، نرم افزار پیش فرض خود اپل. حالا موضوعی که هست اینه که آیا واقعا این نرم افزارها، این نرم افزارهایی که روی اپل هست، میتونه مورد استفاده من باشه روی بقیه دستگاهایی که دارم تو سیستم، تو اکوسیستم اپل؟ آره. ببین من همینا رو رو اپل واچم دارم، رو آیفونم دارم، رو آیپد دارم، یا هر سیستم دیوایس اپلی دیگه ای که داشته باشم. مثلا یه دونه هوم پاد دارم، حتی به اینم میگم مثلا پادکست برام پلی کن، پادکست رو دقیقا از اون جایی برام پلی میکنه که رو مکبوکم استاپ کرده بودم. میدونی یه قابلیت سینک خیلی خیلی جالب بین دستگاه های مختلفش هست که این اکوسیستم خیلی تونسته تو طول روز به من کمک بکنه. یا مثلا قابلیت ایردراپش که شما میتونی خیلی راحت یه فایل رو راست کلیک کنی، ایردراپ کنی، بفرستی مثلا رو آیفونت بدون استفاده از یه نرم افزار دیگه ای. میدونی؟ یا مثلا یه چیزی رو وقتی من تو آیفون کپی میکنم تو سیستمم میتونم پیست کنم، حالا فرقی نمیکنه فایل باشه یا مثلا متن باشه یا هر چیز دیگه ای. وقتی یه وب پیجی رو تو سیستمم باز دارم، روی آیفونم وقتی این وب پیج رو، این گوگل کروم رو باز میکنم، بلافاصله رو اونم یه دکمه پایین میاد که میتونم بازش کنم. تمام مسیجام، تمام تماسام، اینا همه رو سیستمم دارم، رو موبایلم هم دارم، رو تبلتم هم دارم. یعنی همه رو میتونم با هم مدیریت کنم. تلفنمو میتونم با لپتاپ جواب بدم و خیلی چیزای دیگه. مثلا ایرپادمو وقتی من میذارم مثلا رو لپتاپم، این ایرپاد سینکه داره میخونه، پلی میکنه. خب بعد موبایلمو برمی‌دارم، یه وایس نفر تو واتساپ بهم داده، وایسو تا پلی میکنم، ایرپاد سریع اینو استاپ میکنه، سوئیچ میکنه رو موبایلم، وایس رو گوش میکنم باش. میدونی نمیخوام بگم دیگه یه چیز اولیه از صد صد، واقعا نه، ایراداتی هم داره. مخصوصا وقتی تو ایران بودم خب خیلی مشکلات داشت، مشکلات سینک شدن و مثلا مسیج ها بالا نمی اومد و اینا. ولی خب از وقتی اومدم مثلا دبی بدون مشکل همه اینا داره کار میکنه. اکوسیستمش اکوسیستم خوبیه نسبت به بقیه اکوسیستم هایی که شما میتونی باشون کار بکنی. یه موضوع دیگه هم بحث کیفیت صفحه نمایش استودیو دیسپلی هست. خب ببین الان استودیو دیسپلی مو من اگر که بشه و این کابلا به هم نریزن، کیفیت صفحهش واقعا قابل مقایسه با صفحه نمایش های ویندوزی یا LCD های معمولی نیست. یعنی شما وقتی یه بار کار کنی با این دیسپلی که حالا فرق نمیکنه چه استودیو دیسپلی، چه مک، چه آی مک، چه حتی قدیمی ترین مدلش، یعنی قدیمی ترین مدل که میگم مثلا یه آی مک 2015 رو فرض کن که برای 8 سال پیشه، یا 2015 به بالا رو فرض کن، یه رتینا دیسپلی اینا دارن که شما با این رتینا دیسپلی میتونی به بهترین کیفیت ممکن وب پیجا و طرها و فایلایی که داری رو ببینی. این باعث میشه شما با یه کیفیت خیلی بالاتر طرح بزنی. یعنی وقتی داری توی سیستم معمولی، یه لپتاپ معمولی، یه LCD یا یه LED، یه لپتاپ ویندوزی کار میکنی، شاید اونجوری کیفیت رنگها یا کیفیت اجزا یا بخشای مختلف سایتت که داری طراحی میکنی و نبینی تا اون کیفیتی که داری تو مک میبینی. خیلی کیفیتش بالاتره، واقعا میتونم بگم نامبر وانه. چه آی مک، چه استودیو دیسپلی، چه مکبوک، فرقی نمیکنه هر کدوم از اینا. حالا در مورد ستاپی که خودم دارم و کلا روزانه ازش استفاده میکنم بهتون میگم. خب ولی کلا سیستمی که من باش سایت طراحی میکنم اینه و چون کیفیت بالایی داره باعث میشه که من خیلی راحت تر بتونم کارمو انجام بدم. لپتاپ های هواوی
دیدم کیفیت خیلی خوبی داشتن، یعنی در حد این بودن. لپتاپ های هواوی تو ویندوزی ها اگه میخواین خیلی خیلی مصر هستین که با ویندوز کار بکنین، لپتاپ های هواوی کیفیتشون واقعا خوب بود، واقعا خوب بود. من دیدم اصلا قابل مقایسه با لپتاپ های دیگه در زمینه کیفیت صفحه نمایش به نظرم نیست، غیر از هواوی و مکبوک و آی مک و استودیو دیسپلی یا اینا. سیستمی که خودم دارم و بهتون بگم دیگه، اون ستاپی که خودم روزانه ازش استفاده میکنم، من یه دونه لپتاپ مکبوک Air M2 دارم که این Air M2 خب چون M2 اپل سیلیکونه، فن دیگه نداره، صدای فن من ندارم اصلا، سرعتش بالاست، میتونم به جرات بگم در حد یک Core i7 اینتل هست، خیلی خیلی سبکه، باتری خیلی خیلی زیادی نگه میداره. الان من مثلا ببین شارژش الان پره، الان نمیتونم دقیق بگم مثلا چقدر، ولی فکر کنم چیزی که من باهاش کار کردم یه روز کامل مثلا 12 ساعت من میبرمش بیرون باهاش کار میکنم، 12 ساعت فول تایم بدون اینکه باتریش تموم بشه، یعنی فوق العاده خوب باتری نگه میداره. در مورد کیفیت صفحه نمایشش هم که دقیقا با این کیفیتی که الان بهتون نشون دادم یکیه، فرقی نمی کنه. این از لپتاپ. قیمتش الان یا الان ثانیه بعد قیمت بگیریم، یه چیزی حدود فکر کنم 60-70 میلیون تومان تو بازاره این لپتاپ، با توجه به این که مثلا یه لپتاپ ویندوزی کوراینا الان باید حدود 100 تومان بگیریم، این خیلی به صرفه تره، قیمتش خیلی خیلی به صرفه تره نسبت به لپتاپ های ویندوزی با حداقل همین کارهایی. سیستم دیسپلی که من استفاده میکنم یه مانیتور ساده است، یه مانیتور ساده است که من این مانیتور ساده رو با کابل تایپ سی خودش کانکت میکنم به لپتاپ، همزمان هم لپتاپ رو شارژ میکنه هم با مانیتور حالا تصویر انتقال میده و صدا و اینا. خودش دیگه میکروفون و وبکم و بلندگو همون اسپیکر با کیفیت خیلی خوب داره، یعنی من اصلا برای ضبط بعضی از آموزشام حتی از میکروفون لپتاپ یا مک استودیو استفاده میکنم، یعنی خیلی وقتا من مثلا این میکروفونم حتی نمیزنم چون کیفیت واقعا خوبی داره. و اینکه چیز دیگه‌ای که استفاده میکنم، ستاپ دیگه‌ای که دارم، یه دونه موس لاجیتک سری مستر 3S، اینو تازه گرفتم، دلیلش اینه که با مک خیلی خیلی خوب سازگاره، یه دکمه زیرش داره که میتونی رو چند تا سیستم سویچ کنی یا مثلا وصلش کنی به تبلت، مثلا آیپدت، بین تبلت تو لپتاپت سویچ بکنی. یه قابلیتی که سیستم اکوسیستم اپل داره قابلیت کانتینیونیتی یه همچین چیزی هستش، اگه اشتباه گفتم سرچ کنید پیداش میکنید، یه همچین اسمیه که شما میتونی تبلت تو اینجا بذاری، لپتاپت اینجا، هم میتونی اسکرین لپتاپت رو شیر یا اکستند بکنی رو تبلت، یعنی از تبلت به عنوان صفحه مانیتور سوم استفاده کنی، همین که میتونی موس و کیبورد تو اینجوری موس تو از روی این صفحه بیاری تو همون آیپد او اس، یعنی بدون اینکه صفحه رو شیر بکنی موس و کیبورد تو بین لپتاپ و تبلت سویچ بکنی، یعنی فقط کافیه موس رو بیاری اینور، دیگه میتونی با کیبورد تو تبلت تایپ بکنی تو همون سیستم آیپد او اسی که تو خود تبلت هست، نه اینکه لپتاپتو نشون بده، یعنی تو برنامه‌ای آیپدت میتونی فقط موس و کافیه بیاری تو صفحه اینور باش کار بکنی. آره یه دونه آیپد من هر از گاهی استفاده میکنم بیرون که میرم، معمولا با اون آیپد و قلمش کار میکنم. بعد کیبوردم که کیبورد خود اپله، یه کیبوردیه که بهش میگن ماجیک کیبورد که کیفیت خوبی داره، راضی ام ازش. یه ستاپ دیگه من شیراز دارم که یه موس، یه تاچپد اپله، یعنی همین تاچپدی که رو لپتاپ داریم و تو سایز یکم بزرگتر دارم، با یه کیبورد ریزر بلک ویدو اگه اشتباه نکنم، V3. آره اون در واقع یه کیبوردیه که از این مکانیکی هاست که تق 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 صدا میده و اینا، هر از گاهی مثلا از این کیبورد خسته میشم با اون کار میکنم، تایپش خدایی خیلی با اون راحت تره ولی خب خیلی هم صدا داره. اینه، یعنی ببین کلن این نیست که من اگر یه کیبورد خوب یا یه موس خوب یا یه لپتاپ خوب داشته باشم یه مدیر سایت یا یه طراح سایت خوب میشم، اصلا اینجوری نیست. شما باید به مرور رشد بکنی، به مرور که داری رشد میکنی برای خودت سیستم بهتر تهیه کنی، خودتو راحت تر و سریع تر کنی، تفاوتی نمیکنه که از چه سیستمی استفاده میکنی، میتونی؟
زیاد خودتو درگیر این مسائل نکن که نه من سیستم ندارم، طراح سایت خوبی نمیتونم بشم. نه، اگر که تو بتونی خوب پول در بیاری از این کار، میتونی سیستم خوب بخری. اگه سیستم خوب بخری، نمیتونی پول خوب در بیاری لزوما. میدونی بستگی داره همه چی به خودت، تو ذهنت چی میگذره. ولی خب سیستم خوب میتونه بهت کمک بکنه که رشد سریعتری داشته باشی. ولی برای شروع کار این نباید، یعنی سیستم خوب نداشتن نباید باعث توقفت بشه. تا هر چقدر منتظر بمونی، اگر الان شرایط لازم برای خریدن یه سیستم خوب رو نداری، قطعا تو آینده هم نخواهی داشت. اگه من همینجوری متوقف میموندم، هیچ کاری شروع نمیکردم چون سیستم خوبی ندارم، الان نمی هم وردپرسی وجود داشت، نه رزارادی اینجا نشسته بود که به شما آموزش بده، نه شاید کلیام نمیتونستن طراحی سایتو اصلا واردش بشن، یا اصلا با این فرصت آشنا نمیشدن. میدونی یه تصمیم زندگی خیلی ها رو عوض کرد. اینجوری قضیه، یعنی زیاد خودتون رو درگیر این مسائل نکن. امیدوارم شاد و پیروز باشین هر جا که هستین، دلتون با کار باشه. اصلا مهم نیست که ابزار مورد نیاز رو دارین یا نه. من یه کمد ابزار تو شیراز گذاشتم که اصلا بعضی موقع سالی یه بارم استفاده نمی‌کنم، ولی یه روزی آرزوی این ابزار رو داشتم. یه روزی آرزوم بود من کاش یه همچین ابزاری رو داشتم. میدونی استابلایزر، نمیدونم لنز فلان، دوربین فلان، میکروفون فلان. نه الان این سری رفتم شیراز، میخوام یه قرعه کشی بین بچهای اینستاگرام بذارم، بگم بچه‌ها هر کی این ابزار رو میخواد براش بفرستم. میدونی استفاده نمیشه. خب برای چی مثلا یه کمد ابزار پر کردم؟ میدونی استفاده نمیشه. خیلی وقتا یه سری ابزارا رو میگیری که اصلا استفاده هم نمیشه. پس لزومی نداره. شاد و پیروز باشی.